سلام و وقت شما بخیر. با مجمع خبری ساعت 6 با من منیر صمدی از هزاره ولد خوش آمدین. در نخست سرخط خبرها، به رسمیت شناسی نسل کشی هزاره ها از کانادا رقم خورد. روایت دیدبان حقوق بشر از آزار جنسی زنان پلیس در گذشته و حال. نقشه های فاطمه پیمان در استرالیا با تأسیس حزب شروع نما شد. یک مقام محلی طالبان در بغلان به دلیل دزدی حاصلات شالی توسط مردم لتوکوب شد. مردی در هرات یک کودک دختر را پس از تجاوز جنسی به قتل رسانده است. نیروی دریایی ترکیه بیش از 2000 شهروند این کشور را از لبنان خارج کرد. مشروع خبرها، کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا اعلام کرد قتل عام هزاره ها در دوران امیر عبدالرحمن و ادامه آزار و اذیت آنها را به رسمیت میشناسد. این کمیته در گزارشش به شهادت پژوهشگران و متخصصان درباره نسل کشی هزاره ها در دوران عبدالرحمن خان اشاره کرده است. این کمیته گفته که هزاره ها به علت تحمل ظلم تاریخی دولت و وضعیت کنونیشان پس از بازگشت طالبان به قدرت، حمایت و شناسایی رنجهایشان در سطح بین المللی اند. در این گزارش که به تازگی نشر شده آمده است که شناسایی 25 سپتامبر به عنوان روز یادآوری کشتار هزاره ها از 1891 تا 1893 در افغانستان از آنها در آینده نیز محافظت می کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه تحت عنوان خیانت دوگانه سوی استفاده های گذشته و حال از زنان پلیس افغان از کشورهایی که به تامین مالی پلیس پیشین پرداختند خواسته است تا به زنان پلیس اسکان دهند. بر اساس گزارش طالبان زنانی را که در دوره حکومت پیشین در پلیس خدمت کردند تهدید کرده و این تهدیدها به خطراتی که از سوی خانواده هایشان که مخالف کار آنها بودند افزوده است. در گزارش همچنان به نقل از مصاحبه شوندگان ادعا شده که زنان در حکومت قبلی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و هیچ نوع پاسخگویی در این زمینه وجود نداشته است. به گفته این نهاد زنان پلیس دو بار مورد خیانت قرار گرفتند، ابتدا توسط دولت قبلی که مقامات آن مسئول سوی استفاده های گسترده جنسی بودند و سپس توسط کشورهایی که به این سوی استفاده ها بی توجهی کرده و هنوز به درخواست های زنان پلیس پناهندگی اعطا نکردند. در گزارش تصریح شده که بسیاری از زنان پلیس از ترس انتقام جویی طالبان در افغانستان و کشورهای همسایه پنهان شده اند. فاطمه پیمان، سناتور افغانستانی تبار استرالیا، 4 ماه پس از استعفا از حزب حاکم کارگر در این کشور، حزب سیاسی جدید به نام صدای استرالیا تأسیس کرده است. با گزارش SBS نیوز، خانم پیمان امروز پنجشنبه 19 میزان گفته است که حزب او نمایندگی کسانی خواهد بود که از دو حزب اصلی استرالیا خسته شدن و مشتاق تغییر هستند. او افزوده است که حزبش نامزدهای خود را برای مجلس سنا در همه ایالت‌های استرالیا معرفی خواهد کرد. خانم پیمان همچنین گفته است که حزب او برای شماری از کرسی‌های مجلس نمایندگان استرالیا نیز نامزدان خود را معرفی خواهد کرد. او گفته است که حزب صدای استرالیا یک حزب میانه‌رو خواهد بود که بر تمام مردم استرالیا متمرکز است و استرالیایی عادلانه‌تر و فراگیرتر را بازتاب می‌دهد. فاطمه پیمان حدود 4 ماه پیش برخلاف تصمیم حزب کارگر استرالیا که عضویت آن را داشت به طرح حزب سبزها برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین رای مثبت داد. منابع محلی در بغلان میگویند که مولوی عبدالسلام، آمر نظارت ولسوالی خوست، همراه 12 تن از افراد زیر امرش به دلیل دزدی حاصلات شالی توسط مردم بازداشت و لتوکوب شده است. منابع روز چهارشنبه
اجدی میزان به هزار اولد گفتن که این رویداد دو روز پیش در روستای ده مزراب از مربوطات اولسوالی خست رخ داده است. به گفته منابع، مولوی عبدالسلام و افرادش با پوشیدن نقاب سعی کردن شالی های دهقانان را به سرقت ببرند، اما توسط مردم محل شناسایی و بازداشت شدند. منابع محلی افزودند که پس از این رویداد باشندگان محل به ولسوالی شکایت کردند، اما درخواست های آنان بی پاسخ مانده است. همچنان آنان تاکید کردند که مولوی عبدالسلام پیش از این نیز از کشاورزان باج می گرفت. این در حالی است که طالبان چندی پیش در همین منطقه خرمن های گندم مردم محل را نیز آتش زده بودند. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که یک مرد در هرات یک کودک خردسال را در ابتدا مورد تجاوز جنسی قرار داده و سپس به قتل رسانده است. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، امروز پنجشنبه 19 میزان از بازداشت این مرد خبر داده است. قانی در ایکس نوشته است که فرد بازداشت شده نخست دختر خردسال یکی از خویشاوندان خود را در ولسوالی انجیل ولایت هرات می رو باید و بعد از اینکه بر کودک تجاوز جنسی می کند او را به طور بسیار شنیع و بیرحمانه به قتل می رساند. سخنگوی وزارت داخل طالبان اضافه کرده است که این فرد طی عملیات بازداشت شده و در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده است. او به زمان این تجاوز جنسی و قتل اشاره نکرده است، اما منابع محلی به تاریخ 2 ماه میزان خبر داده بودند که جسد یک دختری 7 ساله در این ولایت پیدا شده است. در آن زمان منابع گفته بودند که افراد ناشناس به گونه فجیع این کودک را به قتل رسانده و دست و پایش را هم قطع کرده اند. با گفته منابع این کودک از ساحه نواباد از مربوطات ناحیه 11 شهر هرات ناپدید شده بود. دو کشتی نظامی ارتش ترکیه پیش از 2000 شهروند ترکیه‌ای و تعدادی از شهروندان سایر کشورها از جمله بلغارستان، رومانیا و قزاقستان را از طریق بندر بیروت از این کشور خارج کردند. با گزارش رویترز، شماری از کسانی که برای این انتقال در بندر تجمع کرده بودند، گفتند به دلیل نگرانی از امنیت خودشان و وخامت اوضاع امنیتی و مشکلات اقتصادی در لبنان ناچار شدند محب زندگی، کار و کسب خود را ترک کنند. با گفته یک منبع در وزارت خارجه ترکیه به رویترز، انتظار می رود این کشتی ها پنجشنبه پس از حدود 12 ساعت سفر دریایی به بندر مرسن در شرق دریای مدیترانه ترکیه برسند. از این که تا پایان سرویس خبری با ما بودید جهان سپاس. تا دیدار بعد، بدرود.